سلام، درسی که امروز میخوایم بزنیم چهار مزرا به بیداد هست، اثر استاد فرامرز پایور از کتاب سی قطعه. 6/16 توی هر میزانمون 6 تا دونه دولاچنگ داریم و مزراب هاش هم دوباره دقت میکنیم که مثل خودش بزنیم، یه چپ دوتا راست. با ری سول سول شروع میشه و دوباره ری پشت خرک دوتا سول زرد. این پایمونه که میشه 4 بار، یه بار خود میزانه، یه تکرار داره و یه تکرار 2 میزان داره که میشه 4 بار پایه رو تکرار میکنیم. همین فیگور تکرار میشه، دوتا نوت اولمون که ره بود تغییر پیدا میکنه، میشه فا ره. دست راستمون روی سل سفید و سل زرد رفت و آمد میکنه، چپمون هم داره یکی یکی ملودی رو حرکت میده. اولی هست فا ره، یه نوت پایین تر می دو به ره که میرسه دوباره پایه، پس شد بعدی یه نوت میریم بالاتر سول می، دوباره یکی پایین تر فا ره. این دفعه رو می وای میسیم، یه نوت پایین تر از فا به دو که میرسه میره رو فا دو فا دوباره پایه. قسمت بعدی ره سول میپره سول پشت خرک فا سول، یکی یکی میاد پایین دوباره میرسه به پایه، تکرار میکنیم همینو دوباره. این دفعه دیگه نمیخواد برگرده رو ره، دونه دونه میاد پایین سی لا ادامه. این دفعه دست راستمون دیگه شروع میکنه حرکت کردن، سول فا فا سول می می، یکی یکی میاد پایین فا ره ره می دو دو، این همین دوتا میزان میاد یه نوت پایین تر از سول میزنم، حالا از فا، حالا از می، بعد دیگه ادامه پیدا میکنه، میاد پایین تا فا سی فا. به فا که رسیدیم شروع میکنیم از لا میریم دونه دونه بالا، لا سول سول سی لا لا دو سی سی. فا رو با میکرون نوشته، دوباره به اینجا فا که میرسیم با میکرون، به لا که میرسیم چون میخوایم برگردیم بیایم پایین دیگه نمیزنیم لا سول سول لا فا فا، حالا دونه دونه میایم پایین سول می می فا ره ره. میرسیم به پایه، این دفعه یه تغییر کوچیک تو پایه دادیم. فرقش اینه که به جای اینکه دست راستمون بین دوتا سول حرکت کنه، بین سول زرد و ری زرد حرکت میکنه، دست چپمون بین ره و سول سفید، یعنی میشه ره سول سول، این میشه سول ره ره، برعکس هم حرکت میکنن. خب همین یه جمله‌ای که زدم یه نکته که میتونه کمک کنه به بهتر زدن قطعه هامون، حالا نه صرفا توی این قطعه، توی هر قطعه نوانس بهش میگن، یا شدت و ضعف قدرت ساز زدنمون در بلندی، شدت و ضعف بلندی صدا، اینکه یه سری نوت ها رو محکمتر بزنیم یا یواشتر بزنیم، یا به تدریج سری ها رو قویتر کنیم یا ضعیفتر کنیم، و این یه زیبایی میده به ساز زدنمون که تمام نوت هامون عین همدیگه نباشه شدت و ضعفشون. یه اتفاقی که معمولاً میفته، نه همیشه ولی اکثر در اکثر موارد این اتفاق میفته، این هستش که حرکت‌های پایین رونده به تدریج ضعیف‌تر میتونن بشن، و بعد ما حرکت بالا رونده که داریم، اون شور و هیجانی که به وجود میاد میتونه با قوی‌تر کردن شدت مضراب هامون اون شور و هیجان هم بیشتر بشه. برای مثال این جمله که زدیم که خط پنجم داره میاد پایین، از اونجا تکرار میکنم از قسمت دومش که میاد پایین، به فا که میرسیم میتونیم یکم شدت مضراب زدنمون رو به تدریج کم کنیم. یه بار دیگه تکرار میکنم، از اینجا که میخوایم دونه دونه بریم بالا تا پشت خرک، اینی که آوردیمش پایین رو به تدریج، مثل همون ولوم ضبط که کم کم زیادش میکنیم، کم کم اینو به تدریج میاریمش بالا.
که میرسیم که اوجش هست، بعد دوباره برمیگردیم به همون حالت طبیعی. بعد قسمت هایی که به پایه هم میرسیم، دوباره پایه ها رو میتونیم یکم شدتشون رو کمتر کنیم. اون تاکید اصلی که روی جمله ها داریم و روی پایه ها نذاریم که دیگه همش مثل هم نشه. به پایه ها که میرسیم یه خورده دوباره پایه ها رو ولوممون رو بیاریم پایین تر. بعد به جمله اصلی که میرسیم دوباره قدرت بدیم به مضرابمون. الان همین پایه‌ای که زدیم که گفتیم برعکس هم حرکت میکنه، دست راستمون دوباره همین ره سول رو تکرار میکنه، دست چپ از ره میره بالا، میگه ره می فاره می دوره پایه. جمله بعدیمو که دوباره میخوام شروع کنم، با دست چپ هم یه قدرتی بهش میدم که نشون بدم دارم جمله اصلیمو شروع میکنم. بعدی میاد از می رو تکرار میکنه، عین همین جمله رو یه نوت میره بالاتر. به می میرسیم دیگه، دست چپمون و راستمون هر دوتا روی می حرکت میکنه، می سول 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 می می، دیگه رو ره نیست، می یه نوت میره بالاتر. دوباره برمیگردیم از ره، همون جمله رو تکرار میکنیم و وقتی برمیگردیم ره، زردمون هم واخونامون هم برمیگرده رو ره. همینطور که میبینیم بعد از این پایه خودش هم روی ره یه آکسان گذاشته که اینو بذاریم سر جملمون که داریم شروع میکنیم. از اینجا یه اتفاق خیلی جالبی که میفته اینه که دست راست و چپمون مخالف هم دیگه حرکت میکنن و هر کدوم دارن یه روندی رو پیش میبرن. خیلی تمرین خوبیه برای اینکه بتونیم این تسلط رو پیدا کنیم که دست راست و چپمون رو جداگونه از هم دیگه کنترل کنیم و لازمه که این قسمت رو حتما تیکه تیکه جدا تمرین کنیم و به هم دیگه خورد خورد بچسبونیمشون. از سر همین ره که آکسان گذاشته مثل پایه شروع میشه. از سول حالا دست چپ هم دونه دونه میره بالا، دست راست هم دونه دونه میاد پایین. ره سول اینگه لا اینگه دو سی دو لا لا. به فا که میرسه چون دیگه تموم میشه، این میاد روی لا و سول با هم تموم میشن. پس این یه تیکه شد ره سول. قسمت بعدی دست راستم میاد رو می، دست چپم میاد روی دو، از دو شروع میکنیم، دوباره همون اتفاق میافته، این میره بالا این میاد پایین. خب حالا یه بار همین دوتا تیکر رو پشت سر هم میزنم، شما هم همینجوری تمرین کنید. هر تیکر که یاد گرفتین جدا، مثلا تیکه اول رو جدا تمرین کنین، دوم رو جدا تمرین کنین، حالا بیاین این دوتا رو به هم وصل کنین. پس اولی از ره شروع شد، همیشه هم از سر ضرب شروع کنین، از سر میزان شروع کنین. حتی اگه جملتون از قسمت از ضرب دوم شروع میشه، از سر ضرب شروع کنین که سر ضرباتون رو گم نکنین. خب حالا قسمت بعدی تا این دوی که روش آکسان گذاشته بود زدیم، بعد دوتا دستمون میاد روی فا، دست چپ از فای پشت خرک شروع میکنه میره بالا، یکی میاد پایین. به فا که میرسه دوتا با هم، این یکی در میون میاد پایین، یکی در میون میره بالا، این میشه فا ره لا. اینجا هم دیگه برعکس هم حرکت میکنم. به فا که میرسه دست چپ، دونه دونه حالا با هم دیگه میرن بالا، همون یکی در میونی که داشتن، فا لا لا، یکی یکی میره بالا، سو سی سی لا دو دو سی ر ر ر فا فا. به می که میرسه می به مولا نمیزنه، دست چپمونه که اینجا داره هدایت میکنه، میره از فا شروع شد. به می که میرسه می به مولو نمیزنیم، میایم رو می کرون. دوباره به می که میرسه می سو سول، بعدش عوض میشه لا فا فا. پس از این فایی که میره بالا یه بار دیگه میزنیم.
بعد یکی میاد پایین تر، یکی پایین تر از دو، یکی پایین تر، به اینجا که میرسه، به سی که میرسه عوض میشه دیگه، همینو ادامه پیدا میکنه میاد پایین. و وصلش میکنه به همون پایه قبلی. ادامهش میگه فا می میره میره می. حواسمون باشه که همون راست چپ ها رو نگه داریم. پایمون می سول، دست راستمون رو می میمونه این دفعه، یکی پایین تر از می. دوباره با چپ شروع میشه. حالا از سول با می کورون، یکی پایین تر. این دفعه دوباره همون از سول تکرار میکنیم، فقط دیگه اون پایه های وسطش رو برمیداریم. از سول دونه دونه میره بالا، دست چپمونه که داره هدایت میکنه اولین ضربو. حالا همون از فا، دوباره از می. این دفعه خلاصه تر میشه دیگه، فقط ستایه آخرشو داریم. یه نوت پایین تر رو زر، از دو ادامه پیدا میکنه. به میکرون که میرسیم، چون سر پیچ میفته دیگه، راست چپاش عوض میشه. می فا می به میکرون، بعدیش با می بمول، ره میره، می فا می ره میره. دوباره ادامهش مثل همون قبلی میشه، مزرابش. بعد به فا که میرسیم میایم رو سفید و ستا میریم بالا با همون مضراب چپ راست راست. به می که میرسیم مضرابمون عوض میشه، می کورون که میشه، می که میشه می اولین نوتمون، میایم رو کورون. پس قبلیاش به مول، اولین نوت ستایمون که میشه میایم رو کورون. از فای سفید دوباره میزنم، تا لا میره، بعد سول فا میره دو، این میره دو، ستاش راسته. دوباره برمیگردیم رو لا، همونو تکرار میکنیم. این دفعه به جای لا رو فا، سه بار می فا می فا می فا می فا، یک دو سه، تکرار یه میزان، یک دو سه، با همیشه شیشتا. بعد از سول دونه دونه میایم پایین. خب این درس خیلی تمرین خوبیه برای مثلا اون وسطش که دو تا دستمون حرکتشون عوض میشه، و اینکه برای همین یه دونه چپ دو تا راست تمرین کردن، و درس خیلی قشنگی هم هستش، قطعه خیلی زیباییه. میتونی سرعتش رو تا اونجایی که خودتون میتونید و براتون سخت نیستش، به دستتون فشار نمیاد و کثیف نمیشه قطعتون، بیشتر کنین یا در همون حد پایینتر نگهش دارین. این دیگه یه چیزی هستش که بستگی داره به اون تجربه و تواناییتون در نوازندگی. حالا من یه دور کلش رو میزنم.